قسمت دهم، رد خون. عصر یکی از روزهای گرم تابستان سال 60، صدایی که مردم به شنیدن آن عادت کردند این بار از دفتر نخست وزیری به گوش می رسد. یک انفجار بار دیگر مسئولان و ماموران امنیتی را به صحنه جرم می کشند. اما برای برخی ها ریشه های این پرونده عمیق‌تر از این است که به یک انفجار محدود باشد. ریشه هایی که در حوادث چند سال اخیر به چشم آمده و حالا مسئولان امنیتی مصممند تا برای همیشه آنها را بخوش کنند. پانزده اسفند ماه 58، همان مهره هایی که یک سال قبل بعد از شکست در برابر پیروزی انقلاب ایران به تبعید خودخواسته تن دادند، حالا در پاریس با تأسیس سازمانی مخفی به نام نقاب درباره طرح بازگشت به ایران برنامه ریزی می کنند. اما اعضای ارشد این سازمان، یعنی دکتر شاپور بختیار و تعدادی از ژنرال های ارتش شاهنشاهی، بی صبرانه منتظر رسیدن یکی از نمایندگان مخفی خود از ایران هستند. سرهنگ محمد باقر بنی عامری به پاریس می آید تا برای تصمیم گیری درباره اجرای طرح بازگشت گزارشی از اوضاع داخلی ایران ارائه کند. او که مدتی است یک شبکه نفوذی را در بین افسران ارتش تشکیل داده، ارزیابی کرده که ارتش ایران در ماه‌های ابتدایی سال 59 در ضعیف‌ترین حالت ممکن قرار خواهد داشت و به زودی بهترین زمان برای اجرای عملیات فرا می‌رسد. اعضای سازمان نقاب تصمیم خود را می‌گیرند. بنی عامری باید هرچه سریع‌تر به ایران برگردد تا شبکه افرادش را برای آغاز عملیات آماده کند. کمتر از دو ماه بعد، روز 5 اردیبهشت 59، وقتی مردم گیرنده‌های خود را روشن می‌کنند، با خبر عجیبی مواجه می‌شوند. رئیس جمهور آمریکا در یک پیام رادیو تلویزیونی اعلام کرده که یکی از پیچیده‌ترین عملیات‌های نظامی آمریکا در ایران شکست خورده است. دیشب وقتی همه خواب بودند، هواپیماها و بالگردهای آمریکایی بعد از 1500 کیلومتر پرواز در عمق خاک ایران، در صحرای طبس به زمین نشستند. همه مقدمات برای انتقال مخفیانه کماندوهای آمریکایی به تهران و رسیدن به یک پیروزی غافلگیرانه آماده شده بود، تا اینکه یک طوفان پیش‌بینی نشده تمام برنامه‌ریزی‌ها را خراب کرد. با این اتفاق خطر از بیخ گوش نظام انقلابی گذشت، اما اطلاعاتی که روز به روز از جزئیات عملیات فاش می شود نشان داده که معجزه در طبس در واقع می تواند یک هشدار جدی باشد. هشداری که بیشتر از همه ماموران امنیتی را نگران کرده. اتفاقات مشکوکی مثل آماده سازی امکانات لازم در ایران قبل از آغاز عملیات، عمل نکردن رادارهای ارتش در زمان حمله آمریکایی‌ها و بمباران تجهیزات و اسناد به جای مانده در طبس پس از لغو عملیات، احتمال وجود یک شبکه مخفی در داخل ایران را تقویت کرده است. اما با این حال گزارش‌های مردمی اخیر باعث شده سرنخ‌های مهمی در این باره کشف شود. با اینکه ما دستگاه اطلاعاتی نیرومند و قوی نداریم، ولی از اونجا که مردم با این انقلاب همراهند، ملت میخواد این انقلاب رو، هر جریانی که اتفاق میفته میان به مسئولین امر میگن. یکی از جریان همین مسئله تاکسی. شخصی در تاکسی نشسته میبینه که فلان کس شخص دیگری یه سلسله مسائلی میده که بو میده به قول معروف. این آمد این جریان رو برای یکی از مسئولین آمده بود و تعریف کرده بود. بعد این جریان تعقیب شد. همین مسئله بسیار ناچیز و کوچک. و این تعقیب این جریان، یعنی دنبال اون طرف رفتن و تعقیب کردن این مسئله، منجر شد به اینکه یک شبکه‌ای از ضد انقلاب کشف بشه. تحقیقات ماموران امنیتی برای شناسایی شبکه نفوذ به صورت سری آغاز شده، اما برخلاف انتظار اخبار این پیگیری‌ها محرمانه نمانده و حتی به کیلومترها دورتر از ایران هم درز پیدا کرده است.
سازمان نقاب در پاریس با کمک نفوذی‌هایی که برای سرهنگ بنی عامری کار می‌کنند، از حساسیت اخیر ماموران امنیتی درباره شبکه نفوذ با خبر شده و از این بابت به شدت احساس خطر کرده است. هر لحظه امکان دارد عملیات بازگشت لو برود، اما طولی نمی‌کشد که رسیدن یک پیغام فوری به عوامل مخفی نقاب در ایران آرامش می‌دهد. بنی عامری در یکی از جلسات ادعا کرد بود که دولت‌های خارجی در رأسشون امریکا به ما اطمینان دادن که شما وارد عمل بشید، تا دو ساعت بعد از عملتون اگر دیدید که احساس شکست کردید، که دارید شکست می‌خورید، می‌تونید اطلاع بدید ما وارد کار می‌شیم. سحر نصف شب تقریبا یه افسر جوان خلبان نیروی هوایی او آمد پیش من در منزل ما و گفت که چنین قضیه است و بناس. ما هم باور نمی کردیم این جوان نصف شب خودش رو به اینجا اونجا در دیوار زده بود که شاید بتونه دستش برسه به امام، به امام خبر بده. نشده بود. پیش گفته بودم برو پیش فلانی. خسته، افتاده، کوفته، ترسیده آمد. منم عناصر اطلاعاتی رو احضار کردم، بهشون گفتم اینجور داره میگه. رفتن همون روز، یعنی فردای اون روز قرار بود کودتا عملیاتی بشه در تهران. یه جوان نیروی هوایی خونسا کرد همه اینا. تنها ساعاتی مانده به شروع عملیات، با رسیدن گزارش جدیدی از ارتش، کودتای سازمان نقاب به صورت کاملا اتفاقی لو رفته و تیم‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی با هماهنگی در ستادی به نام ستاد ضد کودتا طبق دستور وارد عمل می‌شوند. در پی این واکنش تعدادی از عوامل نفوذی شاخه نظامی نقاب به دام می‌افتند. مگر منزل امام تو طرح نبود؟ منزل امام در طرح بود. سوپرسونیک از روی تهران در طرح بود. زدن فرودگاه مهرآباد باندهای پروازیش در طرح بود. با اعتراف عاملان رد بالا، هویت حامی اصلی عملیات فاش می شود. کارگردان اصلی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA بوده که وظیفه پشتیبانی و هماهنگی عوامل این کودتای شکست خورده را بر عهده داشته. اما همچنان مسئله برخی از ماموران امنیتی را آزار می‌دهد، چرا که آخرین وعده آمریکا حداقل برای شاه مهری کودتا عملی شده و سرهنگ بنی عامری فرمانده نظامی نقاب موفق به فرار شده است. این اتفاق یعنی بخشی از شبکه نفوذ همچنان مخفی مانده. اما مشکل بزرگتر اینجاست که در این رابطه برخی از ماموران ستاد ضد کودتا مورد تردید قرار گرفتند. مامورانی که با وجود هشدارهای تعدادی از مسئولان قضایی و امنیتی همچنان به پیگیری پرونده کودتا ادامه می‌دهند و برای تحقیق و بازجویی از متهمان به زندان اوین رفت و آمد دارند. چند ماهی است که صدای انفجار بمب و شلیک گلوله در خیابان‌های تهران به صدای آشنا تبدیل شده. در حالی که حدود یک سال از آغاز حمله ارتش عراق به مرزهای ایران می‌گذرد، در جبهه جدید سازمان مجاهدین خلق دست به اسلحه برده و برای کنار زدن جمهوری اسلامی گزینه ترور را انتخاب کرد. در عرض یک ماه تعداد زیادی از مسئولان عالی رتبه نظام و عده‌ای از مردم به قتل رسیدند، اما انتخاب جایگزین رئیس جمهوری گندکی قبل به دلیل همکاری با سازمان برکنار شد، یعنی ابوالحسن بنی صدر، خبر از اتفاقات متفاوتی در کشور می‌دهد. محمد علی رجایی، همان کسی که بنی صدر چند ماه پیش او را به عنوان نخست وزیر خود قبول نداشت، حالا توانسته با کسب آرای بیشتر از منتخب قبلی به عنوان دومین رئیس جمهور انقلاب انتخاب شود. رجایی با انتخاب محمد جواد باهنر به نخست وزیری دولتش را تشکیل داده. وزرای پیشنهادی هم با همکاری مجلس رأی اعتماد می‌گیرند تا دولت دوم کار خود را هر چه سریع‌تر آغاز کند. مردم به جای برنامه دادن عمل می‌کنند.
هیچ دیگه شماها عذر ندارید، ما هیچ کدوم دیگه عذری نداریم. در طول این مدت عذرهایی بود و واقعا هم عذر بود. مردم دین خودشون را به جمهوری اسلامی تا کنون ادا کردن، به تکلیف خودشون مردم عمل کردن. اشکال در ما هست، باید ما جواب مردم را بدیم. مردم به آقای رئیس جمهور اون شور و اون طور رأی دادن و به حقم رأی دادن، برای اینکه آقای رئیس جمهور را از خودشون میدونن. این روزها اوضاع جبهه های جنگ چندان خوب نیست. در زمان دولت قبل بخش های مهمی از خاک خوزستان مثل خرمشهر از دست رفت و شهر آبادان همچنان در محاصره قرار دارد. اما دولت مصمم است تا از جبهه ها پشتیبانی بیشتری انجام دهد. البته اوضاع اقتصادی مردم در پشت جبهه هم تعریفی ندارد و دولت می‌خواهد با اجرای طرح‌های حمایتی مشکلات اقشار ضعیف جامعه را تا حدودی کاهش دهد. اما عصر یکی از روزهای گرم تابستان، آن صدای آشنا بار دیگر به گوش می‌رسد. 8 شهریور سال 60، انفجار مهیبی در خیابان پاستور توجه مردم منطقه را جلب می‌کند. دقایقی بعد معلوم می شود که اتاق جلسات ساختمان نخست وزیری آتش گرفته و همه برای اتمام عملیات نجات انتظار می کشند، تا اینکه سرانجام خبر بهت‌آور اعلام می شود. رئیس جمهور رجایی و نخست وزیر با هنر هر دو در این انفجار به شهادت رسیدند. ساعتی بعد از انفجار دادستان کل کشور، آیت الله ربانی املشی در پیامی فوری به دادگاه‌های انقلاب دستور می‌دهد تا قاطعانه با عاملان برخورد شود. آیت الله علی قدوسی دادستان انقلاب هم که مخاطب اصلی این پیام بوده، در اطلاعیه‌ای برای رسیدگی به پرونده اعلام آمادگی می‌کند. در همان ساعات ابتدایی با تعیین بازپرس ویژه از طرف دادستانی، پیگیری‌ها به طور رسمی آغاز می‌شود. طبق شواهد اولیه، این اقدام تروریستی در محرمانه ترین بخش اجرایی کشور، یعنی شورای امنیت ملی اتفاق افتاده، اما فعلا اولویت اصلی شناسایی کامل شهدا است. با پیگیری های بازپرس ویژه تا شامگاه 8 شهریور تشخیص هویت اجساد شهیدان رجایی و باهنر انجام شده و با کشف جسد دیگری متعلق به یکی از مدیران نخست وزیری به نام عبدالحسین دفتریان، آمار نهایی شهدا به 3 تن رسیده است. در کنار پیگیری‌های دادستانی، تعدادی از مسئولان نخست وزیری هم کمیته تحقیقی تشکیل دادند تا ابعاد فاجعه را به طور موازی بررسی کنند. اما در اولین جلسات که با حضور افرادی چون خسرو تهرانی، رئیس دفتر اطلاعات نخست وزیری، سعید حجاریان، مأمور امنیتی دفتر اطلاعات و بهزاد نبوی، وزیر مشاور در امور اجرایی برگزار شده، کمیته تحقیق نخست وزیری درباره هویت یکی از شهدا به اطلاعات تازه‌ای رسیده است. انا لله و انا الیه راجعون. دفعه بومگذاری مادرانی کرده در ساختمان نخست وزیری، شهادت محمد علی رجایی و سجاکوری، محمد جوان باقرم نخست وزیری و مسعود کشمیری جانشین دبیر شورای امنیت تعیین شد و کشور در همه امنی از دست دادن این فرزندان برومند انقلاب بود. صبح روز 9 شهریور در اطلاعیه‌ای از طرف کمیته تحقیق نخست وزیری، اسامی شهدای انفجار اعلام می‌شود. ساعتی بعد در مراسم تشییع شهدا، 3 تابوت به میان جمعیت می‌آید. اما برخلاف انتظار برخی از مسئولان قضایی، بلندگو و تعدادی از تشییع کنندگان بعد از بردن نام شهیدان رجایی و باهنر، به جای شهید دفتریان نام فرد دیگری را به عنوان شهید سوم تکرار می کنند. فردای مراسم، کمیته تحقیق نخست وزیری با صدور اطلاعیه‌ای راز تابوت سوم را فاش می کند. تمام.
ادعا شده پیکر شهید دفتریان اشتباهی به نام شهید دیگر فاجعه تشییع شده، همان شهیدی که نامش در اطلاعیه صبح دیروز کمیته تحقیق نخست وزیری هم بود و به دلیل سوابقش در دستگاه‌های اطلاعاتی مسئولان امنیتی او را به خوبی می‌شناسند. شهید مسعود کشمیری که پیکرش روز گذشته به خاک سپرده شد. با شهادت این نیروی امنیتی عالی رتبه در جلسه شورای امنیت ملی، آن هم در کنار رئیس جمهور و نخست وزیر کشور، انگیزه همکاران کشمیری در نخست وزیری و دیگر مسئولان امنیتی دوچندان شده تا هرچه سریع‌تر ریشه های این عملیات تروریستی را شناسایی کنند. اما یک اتفاق پیش بینی نشده فعالیت کمیته تحقیق نخست وزیری را زودتر از انتظار متوقف می‌کند. در ضمن تو رابطه با عوامل این کار هم عده‌ای دستگیر شدن، هم از داخل خود نخست وزیری هم از بیرون، که حتما مراجع قضایی به مجرد اینکه صلاح بدونن تو این زمینه اطلاعی خواهند داد و مطالب رو مطرح خواهند. بله، در مورد اینکه کار چه گروهی باید بشه، اون چه که مشخصه کار منافقین باید بشه. بازپرس ویژه که از طرف دادستانی مأمور پیگیری پرونده شده، 4 روز بعد از انفجار کمیته تحقیق را منحل می کند. ما هیچ این دادستانی و این میز برامون بت نیست. هر روزی امام صلاح ندید امر فرمود ما کنار میریم، برخلاف اکثریتی هم که وقتی کنار میرن قبلا میگن استعفا دادیم، من قول میدم در همین پشت دستگاه های فرستنده بیام بگم آقا ما را کنار زدند. هنوز 1 هفته نگذشته که بمب دیگری، این بار آیت الله قدوسی، دادستان انقلاب را حذف می‌کند. این اتفاق ناگهانی و تشکیل پرونده جدید، پیگیری پرونده مفتوح نخست وزیری را در حاله ای از ابهام قرار خواهد داد. اما اندکی بعد آیت الله ربانی املشی، دادستان کل کشور، مصاحبه مهمی انجام می‌دهد. طبق بررسی ها عامل انفجار دادستانی یکی از عناصر مخفی سازمان مجاهدین خلق به نام محمود فخارزاده بوده است، کسی که مدتی قبل به عنوان کارمند در دفتر دادستانی نفوذ کرده بود و قبل از بمبگذاری درباره وابستگی او به سازمان هشدار داده شد، اما باز هم در عملیاتش موفق شد. به گفته دادستان کل، انفجار دفتر نخست وزیری هم به روش مشابه، یعنی با کمک عنصر نفوذی انجام شده، عاملی که نامش در چند روز اخیر بارها در رسانه‌های کشور مطرح شده است. به گفته ربانی املشی، کسی که در ساعات اول بعد از انفجار به عنوان شهید فاجعه نخست وزیری معرفی شد، همان عنصر نفوذی بوده است، مسئول کشمیری. این افشاگری ها ابهامات پرونده را بیشتر کرده است، تا جایی که نمایندگان مجلس هم به شدت نگران شده. بعد از اون که کشمیری خونه تکونی کرده، همه اسنادش رو برده، درست برای ساعت 3 که نخست وزیری منفجر میشه، یه ماشین میاد در خونه‌اش، زنش با بچه‌هاش رو برم داره میبره. یعنی تمام برنامه ها از پیش دقیقاً تحریزی شده است و خودش هم از تو نخست وزیری میره و هیچ معلوم نمیشه، کسی هم نمیبینش. چطور میشه؟ چه شبکه قوی هست که این رو میاره در نخست وزیری بعد از این همه مسائل؟ سوال اینجاست که چه کسی صلاحیت کشمیری رو برای ورود به نخست وزیری تأیید کرد و چگونه او رو آوردن در نخست وزیری؟ بر چه اساس و طبق چه ضابطه‌ای ظرف مدت کوتاهی یک کسی که از راه رسیده میاد میره جای منشی، جای دبیر شورای امنیت قرار میگیره و سری ترین اسناد مملکت در اختیارش قرار میگیره؟
برخی از نمایندگان معتقدند ماجرای انفجار نخست وزیری تنها به یک عملیات تروریستی محدود نمی شود. آنها از چالشی حرف می زنند که این روزها به وضعیت بحرانی رسیده و از همان ابتدای پیروزی انقلاب دغدغه بسیاری از مأموران امنیتی بوده. اون چه در این قضیه جلب توجه می کنه اینه که این عوامل نفوذی شبکه به هم پیوسته‌ای هستند که عواملشون رو به راحتی در جاهای حساس نفوذ میدن. CIA و اون عواملی که کشمیری رو تا اینجا رسوندن، افرادی به مراتب قوی تر از کشمیری در به صورت نفوذی در دستگاه ها باید داشته باشن تا کشمیری رو قربانی این کار کنن، برای اینکه کشمیری میتونسته تمام اسناد شورای امنیت رو مرتبا در اختیار بیگانگان بگذاره. در این زمینه چه تحقیقی شده؟ این چه شبکه‌ای است که اینقدر نفوذ داره و این رو اینقدر رشدش میده؟ چگونه به این اجازه دادن؟ چه کسانی در این ماجرا قاصرن یا مقصر؟ و دستگاه قضایی تا کنون چه کرده؟ مطالبه‌گری‌ها برای پیگیری رد نفوذ در دستگاه‌های اجرایی کشور، دادستان کل را متقاعد کرده تا او پیگیری این پرونده پیچیده را به مسئولی کارکشته بسپارد. انتخاب او دادستان انقلاب تهران اسدالله لاجوردی است که باید پرونده را هر چه زودتر دنبال کند. تحقیقات اولیه مسئول جدید پرونده را به سرنخ‌های مهمی رسانده، سرنخ‌هایی که دنبالی آنها با اتفاقات سالهای قبل پیوند دارد. چند ماه پس از پیروزی انقلاب، وقتی که لازم بود تا در دستگاه‌های اطلاعاتی به جای مانده از رژیم سابق خانه تکانی انجام شود، در یکی از مهمترین اداره‌ها تحولاتی جدی اتفاق افتاد. تیر ماه 58، مهندس بازرگان، نخست وزیر دولت موقت، دستور داده بود تا تعدادی از جوانان انقلابی برای نظارت بر کار حساس در این بخش اطلاعاتی ارتش، یعنی کمیته اداری دوم، و بررسی اسناد بایگانی شده به این واحد منتقل شوند. از جمله این افراد مسعود کشمیری و دوستانش بودند که سابقه فعالیت در سازمان مجاهدین خلق را هم داشتند. از همان ابتدای کار تردیدها آغاز شد و خبرهایی درباره خروج مشکوک اسناد محرمانه و تجهیزات و مهمات از اداره دوم به گوش می رسید. اسناد و تجهیزاتی که بعد از انفجار بخشی از آن در تفتیش خانه کشمیری به دست آمد. با این حال کودتای نقاب اولین تهدید جدی به شمار می رفت که نمایندگان کمیته اداره دوم مثل ارگانهای اطلاعاتی دیگر نظام باید خودشان را در مقابله با آن نشان می دادند. اما فرار سرهنگ بنی‌عامری به عنوان فرمانده نظامی کودتا و کسی که اطلاعات حساسی از طرح‌های بعدی سازمان سیا در ایران داشت، به هیچ وجه برای مسئولان امنیتی قابل پذیرش نبود، چرا که بار دیگر عده‌ای از مأموران در معرض اتهام قرار گرفته بودند. طبق سرنخ‌های به دست آمده، بنی‌عامری با کمک نفوذی‌هایش در کمیته اداری دوم اخبار فعالیت مأموران امنیتی را دریافت می‌کرد و قبل از اینکه دیر شود از لو رفتن شبکه‌اش اطلاع پیدا کرده بود. حتی گفته می‌شد مأمور دستگیری بنی‌عامری تیمی از کمیته اداری دوم با مسئولیت کشمیری بوده که نتوانسته او را دستگیر کند. اما علاوه بر این اتفاقات مشکوک، کشفیات تازه‌ای از پرونده کودتا مأموران امنیتی را بیشتر از این نگران می‌کرد. شواهدی که خبر از توافق سازمان سابق کشمیری و دوستانش با بنی‌عامری می‌داد. در دو جلسه متوالی در شورای نظامی آقای بنی‌عامری برای ما مطرح کرد. در جلسه اول به این ترتیب مطرح کرد که خوشبختانه سازمان سیاسی ما خیلی خوب داره کار میکنه و من احتمالاً در جلسه بعد میتونم برای شما خبرهای خیلی خوبی داشته باشم، و این در مقام به توافق رسیدن با یه نیروهایی که میتونیم روشون حساب بکنیم. در جلسه بعد علناً برای ما، یعنی برای شاخه نظامی، شورای نظامی سازمان کودتا، حدود 12 نفر بودیم، رسماً و علناً اعلام کرد که ما با سازمان مجاهدین خلق به توافق رسیدیم.
این حدود چندین بود که رهبران سازمان مجاهدین خلق به سرعت آن را تکذیب کرده و حتی گروه خود را کشف کننده اصلی کودتا معرفی کردند. موضوع به قدری جدی شده بود که رئیس جمهور ابوالحسن بنی صدر هم ناچار شد واکنش نشان دهد و سازمان را از این اتهام بزرگ تطهیر کند. در چنین شرایطی بود که کشمیری همچنان در روند پیگیری پرونده کودتا حضور داشت و برخلاف هشدارهای آن روز لاجوردی برای بازجویی متهمان دستگیر شده کودتا به زندان اوین رفت و آمد می‌کرد. اما اندکی بعد از این حواشی کشمیری از ستاد ضد کودتا خارج شد و مانند بقیه دوستانش در کمیته اداری دوم مثل سعید حجاریان و تقی محمدی که در ماجرای تسخیر سفارت آمریکا در تهران حضور پررنگی داشت به نخست وزیری رفت و در نهایت با نظر بهزاد نبوی و خسرو تهرانی به عنوان جانشین دبیر شورای امنیت ملی کشور انتخاب شد. پیگیری های لاجوردی نشان می دهد با اینکه کشمیری در دفتر اطلاعات نخست وزیری کار می کرده و در جلسات محرمانه شورای امنیت ملی شرکت داشته، هیچ پرونده پرسونلی در بایگانی نخست وزیری ندارد. او حتی در رفت و آمد به نخست وزیری از بازرسی بدنی معاف بوده و به خاطر افشای محتوای جلسات شورای امنیت در روزنامه های مخالف نظام بار دیگر مورد تردید عده‌ای از مأموران قرار گرفته. اما اتفاقات بعد از انفجار هم برای مسئول پرونده قابل توجه است. با اعلام خبر شهادت کشمیری از طرف کمیته تحقیق نخست وزیری، بلافاصله عده‌ای از مأموران این کمیته خانه کشمیری را بدون مجوز دادستانی بازرسی کرده و تمام اسناد و مدارک مربوط به او را جمع‌آوری می‌کنند. در مراسم تشییع شهدا کشمیری به عنوان شهید سوم فاجعه معرفی شده و اندکی بعد با مشخص شدن عملیات کشمیری در انفجار، بازپرس ویژه کمیته تحقیق را منحل می‌کند. اما آن چیزی که جزئیات مهمتری از پرونده را افشا کرده، اعتراف یکی از دوستان نزدیک کشمیری است که همزمان با انحلال کمیته نخست وزیری به دستور بازپرس ویژه بازداشت شده بود. علی اکبر تهرانی، کارمند نخست وزیری و همان کسی که کشمیری را به نخست وزیری معرفی کرد، اعتراف کرده که تمام این مدت وظیفه تشکیلاتی خود در سازمان مجاهدین خلق عمل می کرده. به گفته تهرانی، آمدن کشمیری به نخست وزیری دستور مقامات بالای سازمان بود تا طرح خاصی به اجرا برسد. طرحی که قرار بود در اجرای آن فرد ناشناسی در دفتر نخست وزیری به کشمیری کمک کند. طبق اعترافات تهرانی، بعد از اجرای تر، یعنی انفجار در جلسه شورای امنیت، او وظیفه بعدی خود را هم با موفقیت انجام داد. ساعتی قبل از آغاز مراسم تشییع، تهرانی به همراه دوست دیگرش یعنی محسن سازگارا با این ادعا که پیکر کشمیری در اثر انفجار متلاشی شده، مقداری خاکستر را از محل انفجار جمع کرده و آن را بدون طی روال قانونی به بهشت زهرا می‌برد تا با اثبات سناریوی شهادت کشمیری، مأموران امنیتی را درباره نقش او در انفجار گمراه کند. این اطلاعات به قدری مهم است که لاجوردی متقاعد شده تا برای بررسی بیشتر ادعاها، تحقیق از افراد رده بالای دفتر نخست وزیری هم آغاز شود. اما این تصمیم مسئول پیگیری پرونده را با مانعی بزرگ مواجه کرده. من یادم یه بار به آقای نبوی گفتم این آقای لاجوردی یه تابوت درست کرده، یه مش کرم توش داره، هرچند هر دفعه تو این محافل حکومتی میاره بیرون نشون میده و میگه تو این یه چیزی هست، من باید اینا رو دستگیر کنم. من گفتم به نظر من ما داوطلبانه حاضریم هممون بریم اوین بخوابیم، هر چند روزی که اینا میخوان هر سوالی دارن بکنن و این قصه خلاصه مبهمسازی و پشپش و اینا رو تمومش کنیم تا سیاه روی شود هر که در او غش باشد. در چنین شرایطی همکاران سابق کشمیری و برخی از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که در پرونده متهم شده اند، با اعلام اینکه اعترافات تهرانی تحت فشار و شکنجه گرفته شده، جنگ رسانه‌ای تمام عیاری را علیه لاجوردی آغاز می‌کنند.
به گفته سعید حجاریان، لاجوردی جریان آنها را خطرناکتر از سازمان مجاهدین خلق می دانسته و به همین بهانه در ماجرای انفجار نخست وزیری علیه آنها پرونده سازی کرده است. او اضافه کرده که لاجوردی از همان ابتدا طرفدار برخورد خشونت‌آمیز با گروه‌ها بوده و به قانون و ضابطه اعتقادی نداشته. اما این اتهامات چندان تازگی ندارد. لاجوردی که قبل از به عهده گرفتن مسئولیت پرونده درگیر مقابله با سازمان مجاهدین خلق شده بود و با عوامل دستگیر شده در زندان سر و کار داشت، بارها از طرف رهبران این سازمان هم مورد حملات مشابه قرار گرفته بود. ولی کارنامه لاجوردی در این مدت نشان داده که حملات نتوانسته او را متوقف کند. دستگیری عوامل، کشف خانه‌های تیمی و نابودی سرشاخه‌های ترور سازمان این مسئله را تایید می‌کند. اون کس که در ذهن هواداران و میلیشیا اسطوره مقاومت بود، با اینکه نارنجک داشت و با اینکه سیانور داشت، لحظه ای نتونست مقاومت کنه، نه از نارنجکش استفاده کرد نه از سیانورش، و با یک تیر از پای در آمد. اما حالا در پرونده انفجار نخست وزیری ظاهراً فشارها علیه او مؤثر واقع شده. در شرایطی که تحقیق از همکاران کشمیری ضروری به نظر می رسد، لاجوردی از دادستانی انقلاب کنار گذاشته شده و پرونده با وجود سرنخ‌های به دست آمده متوقف می شود. اندکی بعد آیت الله ربانی املشی که مدتی است به طرز مشکوکی بیمار شده و دیگر مسئولیتی در دادستانی ندارد، روز 17 تیر 64 از دنیا می رود. اما درست چند روز بعد کسی به سمت دادستانی کل کشور منصوب می شود که او هم می خواهد هرچه زودتر پرونده به نتیجه برسد. آیت الله موسوی خوئینی ها هم معتقد است که مسئولان سابق پرونده سیاسی کاری کردند و می‌خواهد گروه جدیدی کار را جلو ببرد. با بررسی تیم دادستان جدید، یکی دیگر از دوستان نزدیک کشمیری دستگیر شده و تحقیقات از او به سرنخ‌های تازه‌تری می‌رسد. اما بار دیگر اتفاقاتی پیش‌بینی نشده پرونده را متوقف می‌کند. مرگ مشکوک تقی محمدی، عضو سابق کمیته اداری دوم و دفتر نخست وزیری در زندان که ادعا شده رابطهش با سازمان مجاهدین خلق کشف شده بود، سرنخ‌های جدید را کور می‌کند. حالا مثل دوره لاجوردی، تیم مورد اعتماد موسوی خوئینی‌ها هم برای تکمیل تحقیقات به احضار برخی از مسئولان عالی رتبه نیاز پیدا کرده. اما دادستان کل کشور به هیچ وجه با این خواسته موافق نیست. مخالفت ها علیه پیگیری پرونده به قدری زیاد شده که 61 نفر از مسئولان کشور در نامه‌ای به آیت الله خمینی از او می‌خواهند پرونده مخدومه شد و بیگناهی افراد متهم شده را نیز ضمانت می‌کنند. اما رهبر انقلاب به این نامه پاسخی نمی‌دهد. اندکی بعد مسئولان پرونده به دیدار آیت الله خمینی می‌روند و آیت الله موسوی خوئینی‌ها که از روند پیگیری پرونده رضایت ندارد، با اعلام این که درباره متهمان مدارک کافی وجود نداشته، درخواست می‌کند تا با توجه به التهاب سیاسی ایجاد شده در کشور پرونده مختوم شود. اما دستیار او که در جلسه حضور دارد به این سخنان معترض است. سید ابراهیم رئیسی همچنان بر روی سرنخ‌های کشف شده و اعترافات به دست آمده تأکید دارد و حتی اعلام کرده که زیر بار دستور موسوی خوئینی‌ها برای اعلام عمومی مختومه شدن پرونده نمی‌رود. اما با این حال با اصرار موسوی خوئینی‌ها و پذیرش آیت الله خمینی، روز 8 خرداد 65 پرونده انفجار نخست وزیری بعد از چند سال فراز و نشیب مختومه شده و تمام متهمان از زندان آزاد می‌شوند. اما سوالات بی پاسخ و ابهامات آنقدر زیاد هست که این پرونده در ذهن مردم همچنان باز بماند. بعد از 12 سال سکوت درباره پرونده انفجار، آن صدای آشنا در وسط بازار جعفری تهران توجه مردم را به خود جلب می کند.
روز یکم شهریور 77 مسئول سابق پرونده در بازار شلوغ تهران ترور می شود. اگرچه مدت‌ها بود که اسدالله لاجوردی مسئولیتی در نظام نداشت و بدون محافظ به حجرش می رفت، به دلیل سوابق مهمش بارها مورد تهدید قرار گرفته بود. حتی به گفته خانواده‌اش از مدتی قبل تلاش آخر برای ترور لو رفته بود. در منظر دادگاه الان که این فرصت پیش اومده این رو پیام رو داشته باشم، عقیده من اینه و مطمئن هستم بر این عقیده، چنان که ما شاهد بودیم، حالا قابل تحقیق هستش برای دادگاه روشن بشه، 25 تیر ماه قرار بود این کار انجام بشه، این تروری که انجام شده به دلایلی به تعویق افتاده. غیر از 25 تیر ماه یعنی قبل از یک شهریور دفعات دیگه قرار بود این کار انجام بشه و اومدن فرستادن و لو رفته. این بار هم گزارشش اومده بوده، چشمو بستن. اما شواهد دیگری ابهامات این عملیات تروریستی را بیشتر میکنند، چرا که لاجوردی تنها هدف آن روز بازار شلوغ جعفری نبوده. اینجا بود، من و اون دوستم شهید رئیس اسماعیلی روی این نیمکت نشسته بودیم، همینجا شهید، همینجایی که شما وایسادین روی این چهارپایه نشسته بود. یکی از مهمانان حجره در زمان ترور، اصغر رئیس اسماعیلی، اولین بازپرس ویژه پرونده انفجار نخست وزیری بوده که در دم به شهادت میرسد و فرد دیگر یکی از دستیاران سابق لاجوردی بوده که به طرز معجزه آسایی نجات پیدا میکند. اما مطلب اصلی که سکوت این چند ساله را شکسته وصیت‌نامه است که از مسئول پرونده به جای مانده. لاجوردی در وصیت‌نامه‌اش درباره گروهی هشدار داده که خطرشان بیشتر از منافقین خلق است. کسانی که با روش‌های خاصی در صفوف مقدم نظام نفوذ کرده اند و در عزل و نصب افراد اعمال قدرت می‌کنند. به گفته لاجوردی این افراد با وجود افکار التقاطی و انحرافیشان توانستند تعداد زیادی از روحانیون را تحت تأثیر قرار دهند و به این وسیله پیگیری پرونده انفجار نخست وزیری را متوقف کنند. لاجوردی در جای دیگر وصیت‌نامه این گروه را چنین معرفی می کند: خدایا تو شاهدی چندین بار به عناوین مختلف خطر منافقین انقلاب را به مسئولین گوش زد کردند، همانها که هم رجایی و باهنر را می کشند و هم به سوگشان می نشینند، ولی نمی دانم چرا ترتیب اثر ندادند، گرچه نسبت به برخی تا اندازه ای می دانند. Thank you.